امروز دشمن اصلی در خونه های ماست و اون هم ویروس کرونا است. نفوذ کرده در بسیاری از خونه ها و شوربختانه بسیاری از هموطنانمون رو از ما گرفته و همچنان در حال پیشروی است. رژیم بی‌لیاقت و مسئولیت ناپذیر به جای اینکه از ابتدا آماده باشه قرنطینه کنه، به خصوص قم رو از روزهای اول و بعد هم همه کشور رو قرنطینه کنه، در برابر این دشمنه که به همه جا الان نفوذ کرده، از زیر بار مسئولیت فرار کرد و پس از اون رهبرشون که رفته در قرنطینه نشسته متوهم بود، متوهمتر شده و دیگه داره میگه که اجنه حمله کردند و نمیدونم اجنه و انسانها هم دست شدن علیه جمهوری اسلامی. و روحانی هم بی‌مسئولیت تر از او از ابتدا اعلام کرد که نمیدونم شنبه تموم میشه، یک شنبه تموم میشه، بعد هم گفتش که قرنطینه ای در کار نیست، در حالی که همه دنیا در برابر ویروس کرونا مردمشون رو قرنطینه کردن. انگلستان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا، چین، همه جای دنیا قرنطینه کردن. مسئولین جمهوری اسلامی لجبازی میکنن با مردم ایران و بدتر از همه اینها اینکه کمک‌های بین المللی را هم نمیپذیرن، در حالی که پرستاران و پزشکان و کادر درمانی میگه ما کمبود داریم، اما اینها مثلا پزشکان رو بدون مرز اومدن ایران بیرونشون کردن. و خامنه ای میگه که آمریکا اگر کمکی بکنه اون کمک ها جاسوسی است و حرفای بی پایه‌ای از این دست. اگر قراره که ویروس کرونا ما رو در خانه هامون بکشه، به دلیل بی‌مسئولیتی این رژیم باید همت کنیم. من از این طریق به خصوص به روحانی هشدار میدم. آقای روحانی، فکر نکن که یک رئیس جمهوری سمبولیک هستی، جان و سلامت و همه سرنوشت ما دست توست که اعلام کنی قرنطینه نمی کنم. به تو اختیار می کنم. اگر دست از این لجبازی ها بر ندارید و اگر به قانونی که باید مقابله بکنه با این خطر ویروس کرونا تن ندید، دیر یا زود کاخ ریاست جمهوری رو بر سر تو خراب میکنیم. نه تنها بر سر تو، بر سر تمام تک تک مسئولین جمهوری اسلامی هر جا که هستن آدرسشون رو پیدا میکنیم و اونجا سراغشون میریم. اگر قراره در خونه هامون بمیریم، اونجا خواهیم مرد مرگی شرافتمندانه. فکر نکنید که سرنوشت 80 میلیون رو دست گرفتید و هر کاری دوست دارید با مردم میکنید. لذا من به هم میهنانم میگویم آماده باشید. زمانی که اعلام شد باید حرکت کنیم، پیش از این که در خانه هامون بمیریم.